به نام یاد خدا بریم ادامه این دوره. در واقع من یه مقدار دوره طول کشید، یه طول که نکشید، پروژه یه مقدار پروژه تو هم شد، نمیدونیم کدوم انجام بدیم. خب من میام اینجا یه کنترل پلاس بزنم. خب ما تا جلسات قبل در واقع اسلایدر که برای تو یه مدل دیگه پیاده کردیم، قسمت هم پیاده کردیم، اینجا هم که اوکی بود، ریسپانسیوش هم که کامل نوشتیم، اباوت رو هم که اوکی. خب یه استپو که نمیخواستن تو قسمت پروژه یه مقدار بریم پیادهش بکنیم دیگه. بخوایم در نظر بگیریم پروژه رو، میتونیم پروژه رو حالا پدینگ من زیاد داشته باشه، مثلا از تاپ بخواید در نظر بگیرید یه 80 تایی از بالا داره، یه 80 تایی هم تقریبا از پایین داره، از بغل چی؟ از بغلشون هم یکسان اگه اشتباه نکنم باید یکسان باشه، ولی خب ما میایم کلهم این رو در نظر میگیریم که بیایم 1200. خب ایشون رو 1200 میدیم و از بغل ها مارجین اوتو میذاریم، یا فلکس میتونید بذارید شما آب خوردن اینجا. بیا هیت این رو در نظر بگیرید، هیتش 800، هیتش خیلی زیاد 800، ولی خب ما میایم مثلا 600 در نظر بگیریم، چون لزوما نباید حالا به این شکل هم باشه چون مقدارش خیلی زیاد میشه اگه من 800 بخوام بزنم. خب یه چیزی که هستش اینه که اینجا الان این رنگه با این رنگه در واقع همخونی نداره، من لذا رنگی که اینجا هستش رو برای این قسمت میذارم، چون استپ رو دارم رد میکنم میام اینجا رنگ ایشون رو بر میدارم و که با هم دیگه در واقع تداخل رنگ پیدا نکن. میام اینجا اولین کاری که میکنم این هستش که تو قسمت EN میام کلیک راست و استایلش رو میذارم پراجکت، درسته؟ بله پراجکت سه. حالا و ادسای میدیا اونلی اسکرین اند مقدار مین ویتسش از 1200 تا. و اولین کاری که میکنیم این هستش که الان تو قسمت سکشنش میرم درست کنیم اول مقدارش رو. من تاپ منوش رو گذاشتم، منو هم گذاشتم، سلایدر هم گذاشتم و اباوت رو هم گذاشتم. یا اینجا کنترل دی میزنم ایشون رو بنویسم پراجکت و make projects رو میزنیم و گزینه n make projects رو هم میذاریم و گزینه section کلاس projects رو هم براش قرار میدم و فعلا میایم اینجا و میگردیم میگیم که section کلاس projects شما بیا و ویدست باشه 100%، هیتت هم به قول ایشون 800 پیکسل و background colorت اینی که بهت میگم و میایم اینجا رو در سی اس اس اینو بزرگتر بکنم. وقت آلت اف 2 رو میزنیم اینجا. آها من 2021 رو نصب کردم، حالا شما میتونید 2021 رو هم نصب بکنید، خیلی پروسسش اصطلاحا کمتر شده. میام پایین، خب ایشون مرسی اصلا اعمال نشد. برای چی اعمال نشد؟ بله نسبت ایندکس میره لطف میکنه کنترل دی میزنید ایشون رو مینویسید projects و این هم نویسید end projects که اینجا هستش و گزینه import مقدار cs ندیگه en و گزینه projects رو میزنیم چون اینجاست، کافیه که وارد en میشه. یه F5 بزنید کاملا تر تمیز اومده، اضافه شده. طبق فرمولی که اینجا هستش میخوام پیش برم دیگه، دقیقه 800 گذاشته، یه همچین چیزی رو هم میخوام که این 1200 بود طبق فرمول خودش. میام اینجا این هم کنترل دی بزنم و بیام این ور توی ایندکسم. خب من یه سیکشن میذارم به نام پراجکت، یا بذارید اسمش رو بذاریم آیتم پراجکت یا هوم پراجکت، یه چیزی بذاریم اینر پراجکت و
بیایم و برگردیم دیگه، ما با این کاری نداریم. اولا بیام اینجا تو این قسمت برگردم بگم که سیکشن پراجکتس یه فرزندی داره به نام سیکشن اینر پراجکتس. اولا ویدثش بیاد بشه 1200 پیکسل طبق اون فرمولی که این داره. هیت رو هم فعلا نمیدیم، یه پدینگ 10 پیکسل مقدار باکس سایزینگ border box و یه background مثلا black رو من بهم میدم چون قرار دیتا توش بذاریم دیگه. یه نکته هم هست، ایشون رو دیسپلیش رو لطف میکنید فلکس میذارید، فلکس فالوش هم میذارید مقدار رو نو رپ و جاستیفای کانتنت سنتر، الاین آیتم هم الاین آیتم هم سنتر. طبیعتا الان ایشون باید وسط وسط قرار بگیره، کاملا هم درسته. خب بکگراندشو برمیداریم، بکگراندشو برمیدارم و میخوام بیام که شروع کنم دونه دونه ساختن. خب این یه قسمت جداگونه ای داره، یه سکشن میذاریم مال H1، حالا هر چی خودتون دوست دارید. این خودش به دو تا قسمت تقسیم میشه، این یه قسمت اینه یه قسمت این، دوباره خودش گرید بنده میشه، اصلا گرید تو گریده. خب یه چیز خوبی هستش، تکنیک خوبی هستش که اینجا پیاده میکنیم. و البته اینکه یه چیزی هم بهتون بگم، قرار هستش که بحثای بلند و اینا رو تو سی اس اس که کار نمیدونم باش کار کرد یا نه، بیایم اینجا میبینید در واقع بیاد رنگ با صرفا نمیخوام شبیه این درستش بگم، رنگ و با عکس قاطی بشه و اینها هم به صورت انیمیشنی میان بالا. میخوام یه چیزی رو یه تکنیکی رو پیاده بکنم، حالا ببینم شدنی هست یا خیر. شدنی که هست میخوام پیادهش بکنم، حالا یه ذره طول میکشه این قسمت پیاده سازیش. خب فعلا تا اینجا رو داریم، بیایم که این قسمت رو هم پیادهش بکنیم. من به نظرم رنگ این رو نمیدونم، والا ما هم یه مقدار همچین برای من اینجا قشنگتره، به خاطر اینکه من فکر میکنم فونت هم فونت های جالبی نیست. ما اینجا فونت ویت هم نرمال دادیم، در صورت که این بولده. من چرا نرمال دادم اینو؟ عجیب غریبی بود، بس یه نگاه بندازم چرا من اینو نرمال دادم فونتشو. و این بولده، واقعا بولده، چرا نرمال دادم من؟ آره بذاره همچین تو چش داره میزنه، خوب شد. و این یکی چی؟ این هم فونت ویتش نه من نرمال، من نمیدونم چرا نرمال دادم اون موقع، لابد دلیلی داشته نوشتمش. و احساس میکنم وردن هم نیست، واقعا وردن ها که نبود، یه فونتی که من ندارمش روی کامپیوترم به نام مایرید پرو، من ندارم اینو واقعیت روی کامپیوترم ندارم. بذار اینو بده ببینیم چه تغییر میکنه. یه مقدار انگار شبیه شد. آره یه مقدار شبیه تر شد. خب بریم این رو هم فونتش رو اینه بذاریم، اما برای این که نرمال باشه اصلا، این که هیچی اصلا، این که بنده خدا حرفی نداشت. آها یه مقدار میبینید طبیعی تر شد همین چیز. آره خوبه، اینم که بلورش خوبه. فقط یه کاری که باید بکنیم این هستش که من کل هم اینا رو یه کپی ریز بگیرم. من فقط تکستاشون هم بس کنم، کار خاصی نکنم. این فونت فامیلیش هم بریم تو تمام سایزه پیاده بکنیم دیگه، یه مقدار آره بهتر شد. خب هیت ایشون به این صورته، الان فقط هیت ایشون یه مقدار به 45 نمیخوره، 55ش بکنیم که زرک شدش پایین تر، مثلا 50 تا خیلی شده. خوبه الان، فقط یه لطفی باید بکنیم که برای همه بریم پیادهش بکنیم ایشون بشه به این حالت، اینم بشه بولد و اینم بشه بولد.
این هم به این حالت. اینا چیز میشه در واقع، وسواس هستش، وگرنه کار رو داریم درست انجام میدیم. حالا نهایت اینه که طرف هم گرده میگه این فونت که گذاشته به چشم من نمیخونه، باید عوضش میکنم. کاری نداری، یه دقیقه آدم یه سی اس اس دستش هست و سی اس اس رو عوض میکنم. من خواهی مقدار وسواس داشتم که اینو درستش کنم. خب میام اینجا ایشونم به این شکل نمیشه بولد، یه نگاه بهش میندازیم، بقیه موارد رو شروع میکنیم انجام دادن. این هم همینطور و این هم همینطور. اینم بولد بشه و اینم همینطور. خب بریم اینجا و این مقدار رو اینجا هم درستش بکنیم و گزینه بولد رو و این هم مقدار بولد رو قرار بدیم و این هم به همیشه. خب الان فکر کنم درست شده باشه. حالا یه فنچ میزنیم و تو سایزهای مختلف دیگه، حالا من بیام اینجا این رو تو سایزهای مختلف هم ببینمش. خوبه اینجا هم اوکی، خوبه الان یه مقدار بهتر شد. خب تو حالت واقعی هم میتونیم راحت تر ببینیمش، الان یه مقدار فونتاش بهتره. حالا نهایت اینی که طرف میگه آقا مارجینیناش هم کوچولو تغییر بده، من بعید میدونم مارجینیش اینا خوبه. این لاین هیتر رو من تو سایزهای مختلف پنجا نکردم، اینجا فقط در واقع درسته، اینجا اصطلاحا قشنگ درست هستش. خب میتونیم اینا رو درست کنیم دیگه. حالا مواردی هستش که میشه، حالا من بکنم میشه اینو 50 اینم همینطور. یه دقیقه درستش بکنم یه خیالم راحت بشه. و این هم همینطور لاین هیتش رو بکنیم. اینجا این هم 50 و تمام شد. فقط یه در واقع اخوات قبلی هم که انجام دادیم دیگه، الان کاملا درست. خب میمونه تو اینجا، اینجا رو بریم تو فیلم بعدی اصطلاحا اینجا بیاد خودش یه قسمت اینجا داشته باشه، یه قسمت هم اینجا داشته باشه، یه قسمت هم میتونه اینجا داشته باشه. در واقع سه تا قسمت، سه تا سیکشن بذاریم: NTA Child 1, NTA Child 2 و NTA Child 3. خب بریم فیلم بعدیم.